سلام، سجاد هاشمی هستم و خوش اومدید به 21مین قسمت از آموزش عکاسیمون. توی این جلسه مبحث به شدت مهمی داریم، یعنی نورپردازی، هم توی عکاسی و هم توی فیلم برداری، برای کسایی که میخوان توی خونهشون به صورت حرفه‌ای اما با تجهیزات امکانات کم نورپردازی بکنن، که استاندارد باشه، که قابل فهم و قابل درک باشه. و برای بلاگرها به شدت این قسمت مهمه، حتی برای عکاسا، کسایی که میخوان تو آتلیه کار بکنن یا تو خونهشون میخوان عکسای حرفه‌ای و خفنی بگیرن و ثبت بکنن. این پرده‌ای که پشت سر منه یه پرده مشکی معمولی مخمله که میتونید از هر جای تهیه بکنید. ما توی استودیوهای مختلف یه سری پرده با جنس‌های مختلف داریم که بهش میگن فون عکاسی. منتها چون من الان داخل استودیو نیستم، تو خونه‌ام، به جای فون از یه پرده پارچه معمولی استفاده کردم که این پارچه میتونه جنسش هر چی باشه، مخمل باشه، سوزنی باشه، یا همین پارچه‌های معمولی که می‌فروشن، پارچه‌های مبلی با رنگ‌ها و تنوع‌های مختلف میتونید ازش استفاده بکنید و به عنوان پرده برای بک‌گراندتون استفاده بکنید، که اتفاق خوب و جذابیه. من خودم ویدیومو وقتی شروع کردم با یه پرده مشکی مخمل شروع کردم که اولین قسمت آموزش عکاسیم رو از این طریق ثبت کردم. اما چرا نورپردازی این دفعه این شکلیه؟ به خاطر اینکه می‌خوام اولین مدل نورپردازی با تک نور، با یک منبع نوری رو بهتون آموزش بدم. این نور نورپردازی که الان دارید میبینید، یک طرف صورت من کاملا روشنه و یک طرفش کاملا تاریکه. به این نوع نورپردازی میگن اسپلیت لایتینگ، یا نورپردازی دو وجهی یا دو بخشی. چرا استفاده میشه؟ بیشتر برای آقایون کاربرد داره و برای اینکه نشون بده یه چهره خشن مستحکم قدرتمند رو دارن، برای ورزشکارا یه حالت دراماتیکی میده به تصویر و کمک میکنه تصویرتون یه مقدار خلاقانه تر از اون چیزی که هست جلوه بکنه و نمایش داده بشه. اما چجوری برسیم به این نورپردازی اسپلیت لایتینگ یا نورپردازی دو وجهی؟ وقتی روبروی دوربین نشستید، نور خودتون یا اون منبع نوری خودتون رو بعد 90 درجه میشه، آره دیگه، 90 درجه به چرخونید، بیارید بذارید کنار خودتون، دقیقا نور از بغل به صورتتون بتابه. پس برای اینکه برسید به این نورپردازی اسپلیت لایتینگ، بعد نور رو به صورت 90 درجه بتابونید به یکی از اطراف صورتتون، یا حالا اینور باشه یا اینور باشه. پس کامل 90 درجه، یه ذره از 90 درجه اگه بیشتر شد رفت پشتتون بهتره، به دلیل اینکه دیگه هیچ نوری به این قسمت صورت من نخوره. اگه از 90 درجه کمتر بود، می‌بینید الان یه ذره اینجا داره روشن میشه، پس نباید روشن بشه. حالا میتونید هم سمت راست استفاده کنید و هم سمت چپ. ببینید سمت کدوم سمت صورتتون زیباتره. اگر سمت راست صورتتون زیباتر بود و دوستش داشتید، میتونید از سمت راست صورتتون استفاده کنید. اگر سمت چپ صورتتون زیباتر بود، مثلا لک و جوش و اینایی کمتری داشت، میتونید از سمت چپ صورتتون استفاده کنید. خب من دوربین رو باز کردم که الان شما اینو کامل ببینید. من اینجا یه دونه منبع نوری دارم با سافت باکس، یه دونه پروژکتور نور ثابت، هم پروژکتور که جلسه قبل بهتون نشون دادم با سافت باکس، و اینجا داره از سمت راست به من میتابه. پس برای به دست آوردن اسپلیت لایتینگ که چهره رو قدرتمندتر میکنه و بیشتر به درد آقایون میخوره، که این مقدار اتفاق خشنیه تو تصویر و دراماتیکه، باید یه منبع نوری به صورت 90 درجه بذارید کنارتون، حالا یا سمت راست یا سمت چپ تصویر. خب برسیم به حالت بعدی نورپردازیمون، نورپردازی رامبراند یا رامبراند خودمون. اساتید زبان خواهشن اینجا ایراد نگیرن، به دلیل اینکه انگلیسیه و ممکنه هر کسی یه جوری تلفظ کنه، که تلفظ دقیقش میشه رامبراند یا رامبراند خودمون. چرا؟ این اصلا کی بوده؟ اسمش چیه؟ داستانش چیه؟ یه نقاش هلندی بوده که با توجه به اینکه پورتراهایی که میکشیده معمولا نورپردازی این شکلی بوده، به نورپردازی رامبراند معروف شده. این نوع نورپردازی سیستم کارش چجوریه؟ یادتونه توی اسپلیت لایت گفتم که بعد 90 درجه فاصله داشته باشه تقریبا. حالا منبع نوری رو به جای 90 درجه، یعنی که کامل از سمت یه طرف صورت به تابه، یه ذره باید بچرخونیمش به سمت روبروی خودمون، یعنی زاویه 90 درجه رو کم بکنیم بشه مثلا 70 درجه، 60 درجه نسبت به موقعیت دوربین،
که باید یک مثلثی توی این گونه شکل بگیره برای ایجاد این نوع نورپردازی. الان این مثلثی که اینجا هست رو در نظر بگیرید، به این نوع نورپردازی که معمولاً سینمای هالیوود خیلی ازش استفاده میکنه. یکی از عکس‌های به شدت معروفی که حالا مثلا نورپردازی رامبرانت داره، عکس فیلم سینمای اونجر هرز که اون آقای راکستار بود، نمیدونم چی استار بود، استار بود، آره، اون آدم آهنیه که توجه بکنید، یا اکثر پوسترها اینجا یه دونه ما مثلث رو داریم که تشکیل شده روی گونه و سایه بینی نباید با اینجا قاطی بشه، یعنی باید کامل اینا شکسته بشن و تشکیل یک مثلث بدیم. منبع نوری رو یک مقدار از بالاتر ببرید از سطح صورت خودتون، یعنی اگر صورت من اینجاست، منبع نوری یه ذره بیاد بالاتر و یه ذره زاویه پیدا بکنه تا زمانی که این مثلث اینجا شکل بگیره. حالتی که به تصویر میده دراماتیکه و سینماتیکه و خیلی جذابه و من معمولا برای نورپردازی های خودم با توجه به اینکه یه تک منبع نوری داشته باشم از نورپردازی رامبرانت استفاده میکنم. ممکنه در کنارش مثلا یه دونه بکلایت هم اضافه بکنم که جلوتر بهتون میگم چه جوری و به چه نحوی این اتفاق میفته. پس نورپردازی بدون میشه نورپردازی رامبرانت که اتفاق جذاب دراماتیک با حال رو تو تصویر براتون رقم میزنه، به هم به درد عکاسی میخوره و هم به درد بلاگری کردن. اینایی که دارم میگم همه با یک منبع نوری داره اتفاق میفته. دوربین رو باز میکنم تا موقعیتش رو ببینید. حالا اینجا من یه منبع نوری بزرگ دارم که از بالا و با زاویه حدود 60-70 درجه، حالا دقیق نیست، باید این مثلث تشکیل بشه، حالا هر درجه ای که میخواد باشه باشه، داره به من میتابه و داریم نورپردازی رامبرانت رو میبینیم. اساتید زبان، خب بریم سراغ نورپردازی بعدیمون، نورپردازی لوپ یا دایره ای شکل میتونیم بهش بگیم، که تقریبا همون سیستم کار نورپردازی رامبرانت رو یادتونه، به جای اینکه حالا زاویهش مثلا 70 درجه بود کمترش بکنید 45 درجه یا 30 درجه، یعنی منبع نوری توی نورپردازی دونه دونه بخوام بهتون بگم، نورپردازی اسپلیت لایت بغل بود یه طرف صورت روشن میکرد، رامبرانت اومد یه ذره بغلتر و یه مثلث ایجاد کرد، توی نورپردازی لوپ کامل میکشیمش بغل خودمون و یه 45 درجه تقریبا باش فاصله دارم، یعنی الان اینجا منبع نوری من قرار داره و دیگه این مثلث از بین رفته و تقریبا اینجا کامل داره پر نور میشه. من ببینم، آها، اینجا کامل داره پر نور میشه، یه خط یا یه دایره کوچیک دور بینی من تشکیل میشه که این دایره کوچیک همون لوپ هست، یا صورت من یه حالت دایره وار نورپردازی شده که متداول ترین روش نورپردازی توی عکاسی و توی فیلم برداری و جزو راحت ترین روش هاست که سختی نمیکشید و یه ذره تکون بخورید نورپردازیتون خراب نمیشه، نورپردازی لوپه که حس خوبی داره، حس شادی داره و برای استفاده کردن عمومی عالیه، یعنی اگر شما زمان خیلی زیادی ندارید برای اینکه بخواید تجهیزات خودتون رو ست بکنید، نوراتون رو بچینید و این کار رو انجام بدید، راحت دوربین رو بکارید مستقیم رو به روی خودتون با یه زاویه 45 درجه منبع نوریتون رو بتابونید رو صورتتون. یه مقدار سطح منبع نوری باید از صورتتون بالاتر باشه، یعنی ارتفاع بگیره، یه مقدار ارتفاع بگیره و از بالا به پایین، یه جوری مثل خورشید که بالا هست خورشید پشتش به ماست اونجوری، یعنی این منبع نوری بیاد بالا، یه مقدار بیاد بالا و یه مقدار زاویه 45 درجه بگیره که راحت شما بتونید نورپردازیتون رو بکنید. نورپردازی استانداردی، نورپردازی خوبیه، حس و حال خوب و شادی هم به مخاطب خودتون میتونید القا بکنید و به شدت متداوله و اکثرا کسایی که میخوان نورپردازی بکنن از این نورپردازی استفاده میکنن. الان داریم درباره تک منبع نور صحبت میکنیم، یعنی یه دونه شاخه نوری بیشتر نداریم. اگه بشه دوتا بهتون میگم چجوریه، اگه بشه سه تا بهتون میگم چجوریه، فعلا همینا داشته باشیم. پس شدیم نورپردازی بعدمون شد نورپردازی لوپ یا دایره شکل که خیلی اتفاق باحالیه، میتونید از این استفاده بکنید. بکشم دوربین عقب تا موقعیت نور رو ببینید. قاعدتا شما الان به دلیل اینکه سافت باکسه و سافت باکس بیرونش مشکیه شما نمیتونید ببینید، الان اینجا این نوره هست، اگه بخوام برش گردونم اینه سافت باکس هست که به صورت 45 درجه الان به من تابیده، پس چیز سختی نیست
شما میتونید با یه منبع نوری این نورپردازی عالی رو داشته باشید، هم برای عکاسی و هم برای فیلم گرفتن و بلاگری کردن. خب برسیم به نورپردازی بعدی خودمون، نورپردازی پروانه ای یا باترفلای لایتینگ یا نورپردازی برتر هم بهش میگن. بیشتر به درد مد و فشن میخوره، بیشتر به درد خانوم هایی میخوره که چهره جذابی دارن، تصاویر رو دلنشین میکنه و زیبا، و همچنین بیشتر به درد پیرمرد و پیرزنایی میخوره که چین و چروک صورتشون زیاده به دلیل اینکه نور داره مستقیم میتابه و این خط و خطوط صورتشون کمتر گم میشه، بیشتر گم میشه توی تصویر و دیده نمیشه. اگر از بغل بود این خطا ایجاد سایه میکرد و باعث میشد شخص پیرتر به نظر برسه. پس بیشتر به درد کار فشن و مدلینگ میخوره. چرا بهش میگن نورپردازی پروانه‌ای؟ به دلیل اینکه منبع نوری مقدار میره بالاتر و بالا میخوره به سوژه و ایجاد یک حالت پروانه شکل زیر بینی و کلن اینجا یه سایگی زیر چونه میکنه. پس برای اینکه به دست بیاریم نورپردازی پروانه ای رو، باید منبع نوری رو بذاریم روبروی خودتون، یعنی روبروی دوربین و بالاتر از سطح دوربین. یعنی اگه دوربین اینجاست و داره شما رو تصویر برداری میکنه، بعد نورپردازی بیاد بالا و از بالا به سمت شما بتابه که به این نوع نورپردازی میگن نورپردازی پروانه ای و کلا سوژهتون رو جذاب‌تر میکنه. به درد پیرزن پیرمردان میخوره، اما برای افراد چاق استفاده نکنید، به خاطر اینکه صورتشون رو توپل میکنه. به درد افراد گرد و چاقالو نمیخوره، بیشتر به درد افراد میخوره که صورت ترکه‌ای و لاغری دارن که بتونه جذاب‌تر نمایش داده بشه صورتشون و عکستون و مدلتون. این همیشه نورپردازی پروانه‌ای. پس ما از یه 90 درجه شروع کردیم نورپردازی اسپلیت لایتینگ، اومدیم یه ذره جلوتر به سمت خودمون شد رمبرانت، یه ذره اومدیم جلوتر شد لوب، الان مستقیممون یه دونه منبع نوری قرار داره که میشه نورپردازی پروانه ای که اتفاق بسیار جذاب و شیک و دلنشینیه. خب بریم سراغ دو تا حالت مختلف دیگه برای نورپردازی، منتها اینجا دیگه به درد بلاگرا نمیخوره، بیشتر به درد عکاسی میخوره. نورپردازی پهن و نورپردازی نازک، شورت یا برد یا براد، یعنی تو همه مایه ها وایت بگیم، پهن یا گسترده و عریض بهتر. پس نورپردازی پهن و نورپردازی نازک چجوری به دست میاد؟ برای عکاسی کردن، وقتی که میخواید از یه سوژه عکاسی بکنید که صورتش لاغره، خیلی لاغر مردنیه به اصطلاح، و صورتش خیلی استخونیه، میخواید یه ذره مثلا یه حالت دراماتیک بهش بدید و یه مقدار چاق‌تر به نظر برسه، باید وقتی که روبروی دوربین نشستید، یعنی الان من روبروی دوربین نشستم، کاملا سوژهتون روبروی دوربینه، منبع نوری رو ببرید به یه سمت، یعنی سمت راست خودش، بعد از سوژهتون بخواید که یه مقدار بچرخه برخلاف منبع نوری. پس چی شد؟ من روبروی دوربین نشستم، یه دونه نور الان بغلم از سمت راست داره میتابه، سمت راست صورت من رو داره میتابونه نور، من یه دونه نور گذاشتم سمت راست صورت خودم. اگر من یه ذره حالا برخلاف نور بچرخم، این ور صورتم کاملا روشن میشه، اینجاها روشن میشه و یه قسمت خیلی نازک اینجا سایه داریم، اما اکثر صورت من نور داره و پر نوره. به این نوع نورپردازی میگن نورپردازی پهن و چهره یه مقدار چاق‌تر میکنه، یه مقدار توپل‌تر از اون چیزی که هست به نمایش میذاره. بعد به درد آدمای چاقالو نمیخوره، به درد آدمهای لاغر میخوره که یه مقدار توپلتر دیده بشن. پس این میشه، یعنی بعد سوژم بعد به افق خیره بشه دیگه، به لنز دوربین نمیتونه دیده بشه، یا اینکه نه یه سرخ بده بعد مثلا چشمش اینجوری برگرده به این ور. نمونه عکسش براتون میذارم ببینید تا بعد برم بهتون بگم نورپردازی شورت چجوریه. خب برسیم به نورپردازی نازک یا سایه یا نورای کمتر، سایه‌های بیشتری مقدار. چجوری اتفاق میفته برای عکاسی ها؟ این برای فیلم برداری به درد نمیخوره، به دلیل اینکه باید طرف بچرخه و چشمش به جای دیگه باشه. البته میتونه توالت سرخ ازش استفاده کرد، به اینی که من نشستم میشه تمام رخ، این میشه سرخ یا سرخ این بر. خب چجوری ازش استفاده بکنیم؟ وقتی دوربین روبروی سوژتون قرار داره، یه منبع نوری باید سمت چپش قرار بگیره و حالا سوژه شما هم به همون سمت میگرده، دوربین جاش ثابته. تو سری قبلی گفتیم که منبع نوری سمت راست سوژه است و یعنی همین الان اگه مثلا اینجا باشه، من اگه اینوری بچرخم نگاه بکنم به اونورو، این میشه
نورپردازی زیاد یا پهن، فقط اینکه کل اینجا رو روشن کرده. اما اگر به سمت منبع نوری بچرخم یه ایجاد سایه هایی میکنه تو این قسمت ها و دیگه اونقدر توپل و چاق دیده نمیشن. بیشتر به چه دردی میخوره؟ به درد سه‌بعدی کردن سوژه خودتون. یه مقدار سوژهتون رو سه‌بعدی تر میکنه و یه مقدار لاغرتر نشون میده از اون چیزی که هستن. پس اگر دوربین روبرون بود، یه دونه منبع نوری داشتیم، حالا یا چپ یا راست، اگه به سمت منبع نوری بچرخم نورپردازی شورت میکنه و یه مقدار سایه ها اینجا بیشتر میشه. اگر خلاف منبع نوری بچرخم، چون منبع نوری مال اینجاست، اینوری بچرخم، ایجاد نورپردازی پهن یا گسترده میکنه که کامل اینجاها رو روشن میکنه و چاختر من رو نشون میده یه مقدار. این هم شد از نورپردازی تک منبع با یک نور. همه این نورپردازی کلا یک نور وجود بیشتر نداشت، یا میتونستید از اون نورهای رشته ای استفاده بکنید یا سافت باکس استفاده بکنید یا هر منبع نوری که در اختیار دارید. این میشه نورپردازی با یک منبع نوری. امیدوارم که استفاده کرده باشید. تمرین بکنید خواهشن با یک منبع نوری. و یه نکته مهمی که وجود داره، نکته امتحانی واقعا، اینه که من الان تمامی چراغ های خونه رو خاموش کردم و دارم از یک منبع نوری استفاده میکنم. اینجوری نباشه مثلا تو پذیرایی میخواید فیلم بگیرید از خودتون یه دونه چراغ اون ور روشن باشه، یه دونه چراغ این ور، نور پنجره بیاد، به دلیل اینکه نورهای مزاحم ایجاد آلودگی نوری میکنن و شما به اون نتیجه دلخواه مطلوب خودتون نمیرسید. پس حواستون باشه وقتی میخواید نور پردازی بکنید توی محیط استودیو یا تو هر جایی برای بلاگری کردن یا هر چی، همه منابع نوری رو خاموش بکنید و از یه منبع نوری استفاده بکنید. که الان منبع نوریتون ممکنه اون پروژکتور باشه، منبع نوریتون ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. پس نورهای مزاحم رو خاموش بکنید و لطفاً دونه دونه خودتون تست بکنید این گردش های دور سوژه رو از طریق نورها و ببینید هر کدوم چه تأثیری یا چه حسی بهتون میده و با کدوم بیشتر حال میکنید یا اصلا کدومش بیشتر بهتون میاد. چون باید بگردید و پیدا بکنید ببینید که کدوم یکی از این نورهایی که الان من نور پردازی کردم به هم میاد و حس بهتری رو ممکنه به مخاطب خودتون القا بکنه. دم همتون گرم. اینم 21مین قسمت آموزش عکاسیمون که نورپردازی رو آموزش دادیم با یک منبع. قسمت بعدی نورپردازی با چند تا منبع نوری متفاوت رو بهتون آموزش خواهم داد. خیلی مخلصیم، فعلا.